درود بر ملت بزرگوار ایران زمین. ملت ایران تنها ملتی است که از اقوام، نژادها، مذاهب و گویش‌های گوناگون به عنوان یک ملت با ریشه پرقدرت تاریخی بر عرصه گیتی حضور دارد. ملت ایران به عنوان ملتی شناخته می شود که اجزای آن از اقوام گوناگونی که این ملت را تشکیل می دهند شکل گرفته و همچون قالی دست باف پر نقش و نگار و رنگارنگی است که بدون هر کدام از رنگ ها یا اشکال آن دیگر هویت خود را نخواهد داشت. ملت ایران اگر در آن بخواهیم بخشای از ایران را از آن جدا کنیم دیگر ملت ایران نخواهد بود و اشکال و اقوامی که در آن حضور دارند اگر نباشند یا به عنوان اقلیت به آنان نگاه شود دیگر ملت ایران نخواهد بود. در جمهوری ایرانی مورد نظر حزب مرز پرگوهر ما باور به اقوام گوناگون ایران زمین با تساوی حقوق اقوام داریم. ما باور به حفظ حقوق اقوام نداریم، چرا که حقوق اقوام در ایران با هم برابر است و به عنوان اندام‌ها و اجزای ملت ایران در عرصه حضور دارند. کسانی که سخن از حفظ حقوق اقوام می کنند افرادی هستند که می خواهند حقوق محدودی را به آنان معرفی کنند و آنان را به عنوان بخش های گوناگون جامعه نشان دهند. اگر ما باور داریم که زبان رسمی و دولتی در ایران زبان فارسی است، در کنار آن زبانهای دیگر مورد احترام و مورد شناسایی رسمی دولت مرکزی می باشند که در تمامی محلها و کناره های ایران زمین، هر بخشی از ایران زمین آن توان و حق را دارد که بتواند از زبان و فرهنگ مادری خود دفاع کند، در پخش و گسترش آن بکوشد و برای حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی ملت ایران زبان رسمی را به عنوان زبان اصلی و زبان قانونی و دولتی خود نگاه دارد. اگر ما باور به تمرکز زدایی برای مرکز اداری کشور داریم و باور داریم که پایتخت ایران نباید در تهران قرار گیرد، در هر شهری که مورد انتخاب مردم در آینده قرار گیرد که پایتخت ایران در آنجا گزیده شود، باید بدانیم که در آن منطقه نیز نباید تمرکز برای نگاهداری تمامی مراکز اداری را یک جا نگاه داریم. کشور ایران ضمن گستردگی و رنگارنگ بودن دارای شرایطی است که از هر منطقه با یک پرواز یک ساعت، یک ساعت و نیمه می توانیم به مرکز جلسه یا مرکز اداری مملکت برسیم. شهر تهران به عنوان مرکز تجاری پذیرفته شده است و می تواند به عنوان مرکز تجاری بین المللی با کشورهای خارجی همچنان در حال فعالیت باشد. اگر ما باور داریم که دارای یک ملت، یک دولت و یک ارتش مستقل هستیم، در ضمن این باور داریم شهروندان به خصوص اقوام و عشایر و یکایک فرزندان این مرز پرگوهر بر اساس قانون اجازه حمل اسلحه غیرسنگین را دارند و می توانند برای دفاع از مرزهای ایران از آن استفاده کنند و طبیعتاً در دفاع از قانون اساسی مملکت کوشا باشند. همینطور زمانی که ما معتقدیم یکایک فرزندان ایران این اجازه را دارند و باید در شرایط برابر بتوانند خود را برای تمامی پست‌های گزینشی
تا ریاست جمهوری کاندیدا کنند، در مورد انتخابات های محلی از مدارس گرفته تا استانداری های شهرستان و استانها بتوانند نمایندگان محلی خود را بر اساس قوانین محلی گزینش کنند تا کسی نتواند که گماشتگان امنیتی خود را از مرکز برای آنان به عنوان نمایندگان محلی ارسال کند. در این حال همانطور که در بحث انتخابات اشاره کردیم، هر بخش ایران باید بتواند نمایندگان خاک و بخش میهن خود را که در آن زندگی می کند به عنوان نمایندگان خاک و نمایندگان و فرزندان شایسته خود را به عنوان نمایندگان مردم آن منطقه به مجلس شورای ملی ارسال کند. ما باور داریم که در مورد تقسیم سرمایه های ملی باید به صورت برابر و به صورت یکسان در سرزمین های ایرانی این سرمایه ها را تقسیم کنیم و بتوانیم در فقر زدایی و بهبود وضعیت محلی به خصوص مناطق مورد ستم و فقر زده کشور به خصوص حاشیه نشینان کوشش کنیم که آنان را هر چه زودتر به استانداردهای ملی برسانیم. اگر ما در تلاشیم که در مورد بخش آموزشی و بهداشتی بتوانیم کشور را به سطح استانداردهای بالاتر و بهتر برسانیم، آن را باید از مناطق محروم و گوشه گوشه کشور شروع کنیم و آن سطح پایین تحت فقر و ستمی که در دو رژیم گذشته برای آنان تحمیل شده است را به حد استاندارد برسانیم و بعد از آن بتوانیم در مناطق مرکزی نیز این سطح ها را بالاتر ببریم. اگر ما در صددیم که از سرمایه های ملی برای کارهای زیربنایی چون راهسازی و ایجاد مسکن ارزان قیمت برای تمامی فرزندان کوشا باشیم، باید بتوانیم بیشترین فشار و حرکت را از مناطق محروم و فقر زده آغاز کنیم تا بتوانیم در یک جمهوری ایرانی در یک دوره کوتاه پرگذر تمامی مناطق را به سطح استاندارد ملی برسانیم. برقرار با جمهوری ایرانی، نابود با جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی و پاینده و پرتوان باد ملت بزرگوار ایران زمین و پاینده و برافراشته باد پرچم شیر خورشید نشان ایران، پاینده ایران.